تیمور بختیار از مشهورترین نظامیان دربار پهلوی بود. او بنیانگذار و اولین رئیس ساواک در زمان محمد رضا شاه بود. بختیار که در دوره پهلوی به قدرت فراوانی دست پیدا کرده و عملاً به فرد دوم مملکت تبدیل شده بود، مورد سوء ظن شاه واقع و برکنار شد. او تلاش می‌کرد محمد رضا شاه را سرنگون کند و خودش به جای او به قدرت برسد. بختیار برای سرنگونی حکومت شاه به عراق رفت و از دولت این کشور کمک گرفت. او سرانجام به دست ماموران نهادی که خودش پایه‌گذاری کرده بود در سال 1349 در عراق ترور شد. خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی بنیانگذار ساواک را برایتان روایت می‌کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید. تیمور بختیار در سال 1293 در شهر کرد متولد شد. پدر او فتحعلی خان سردار معظم از خانهای معروف ایل بختیاری و نماینده دو دوره مجلس شورای ملی بود. بختیار تحصیلات خود را تا مقطع سیک در اصفهان گذراند و برای ادامه تحصیل به بیروت رفت. در آنجا همراه با پسرعموی خود شاپور بختیار در یک مدرسه فرانسوی که برخی مثل امیر عباس هویدا و حسن پاکروان هم در آنجا درس می‌خواندند ادامه تحصیل داد و بعد به مدرسه نظامی سنسیر فرانسه رفت و از آنجا با درجه ستوان دومی به ایران بازگشت و از آکادمی نظامی تهران فارغ التحصیل شد. بختیار بعد از پایان تحصیلات نظامی با درجه ستوان یکمی به زاهدان منتقل شد و چند سال بعد با درجه سروانی به تهران بازگشت. او اولین گام‌های شهرت را با سرکوب سید جعفر پیشه‌وری در آذربایجان برداشت. بختیار که در آن زمان به درجه سرگردی رسیده بود، در سال 1325 به صورت داوطلبانه به آذربایجان رفت و با کمک خانهای ذوالفقاری بر نیروهای پیشه‌وری غلبه کرد. بختیار تا درجه سرهنگی و ریاست ستاد گارد و فرماندهی تیپ مستقل زرهی کرمانشاه نیز پیش رفت. اما اتفاقی که در زندگی او بسیار تاثیرگذار بود، ازدواج محمد رضا شاه پهلوی با ثریا اسفندیاری دختر عموی بختیار بود. در کتاب خاطرات فردوست آمده که پس از این ازدواج، بختیار حتی به مهمانی‌های دربار دعوت می‌شد و جایگاه خاصی نزد شاه پیدا کرده بود. اتفاق دیگری که به شهرت بیشتر بختیار انجامید، دفع قائله ابوالحسن بختیاری فرماندار چهارمحال و بختیاری بود که به تحریک انگلستان و برخی از درباریان دست به شورش در آن نواحی زده بود. به دستور نخست وزیر وقت یعنی دکتر محمد مصدق، بختیار با قدرت تمام این شورش را دفع کرد و به سرعت در سراسر کشور مشهور شد. موفقیت در انجام این ماموریت باعث شد مصدق در فروردین 1332 تیمور بختیار را به سمت فرماندهی تیپ نظامی کرمانشاه و با حفظ سمت فرماندار نظامی چهارمحال و بختیاری منصوب کند. او تا زمان کودتای 28 مرداد در این سمت باقی ماند. اما در زمان کودتا بختیار نه حامی دکتر مصدق که حامی شاه شد و تصمیم گرفت به نفع دربار وارد صحنه شود. 6 ماه پس از کودتا و پس از ناتوانی سرلشکر فرهاد دادستان در فرمانداری نظامی تهران، تیمور بختیار از کرمانشاه فراخوانده شد و با ارتقا به درجه سرتیپی و انتصاب به فرماندهی لشکر 2000 زرهی مرکز فرماندار نظامی تهران شد. بختیار در اوضاع پرآشوب و بی‌نظم پس از کودتا توانست نظم را برقرار کرده و مخالفان را سرکوب نماید. او در این دوره در رأس بازوی اجرایی تعقیب و آزار مخالفان حکومت از جمله هواداران نهضت ملی، اعضای حزب توده و فدایان اسلام قرار گرفت. بزرگترین موفقیت بختیار در سال 1333 با کشف سازمان نظامی حزب توده در داخل ارتش انجام شد. با کشف این سازمان بیش از 600 افسر درجه دار و دانشجوی عضو حزب توده در ارتش شناسایی شدند. همچنین در این دوران او 3 نفر از معروف‌ترین چهره‌های مخالف حکومت شاه را دستگیر و اعدام کرد.
دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه مصدق، مجتبی نواب صفوی رهبر فدایان اسلام و خسرو روزبه افسر ارتش و عضو برجسته حزب توده. به همین دلیل به تیمور بختیار لقب قصاب تهران را داده بودند. بعد از کودتای 28 مرداد، شاه که از اقدام علیه خود به شدت هراس داشت، احساس می‌کرد با تأسیس یک دستگاه امنیتی قدرتمند و قلع و قمع مخالفان سیاسی می‌تواند با خیال راحتی به حکومت خود ادامه دهد. از طرف دیگر، بخشی از سیاست دولت آیزنهاور درباره کشورهای حامی بلوک غرب در جنگ سرد، تربیت نیروی پلیسی و اطلاعاتی در ارتش این کشورها بود. بنابراین آمریکا تصمیم گرفت تا با کمک به شاه سازمانی امنیتی در ایران را اندازی کند. با کمک بختیار که در آن زمان رئیس ضد اطلاعات ارتش بود، نسل اول نیروهای امنیتی تربیت شدند و با تصویب مجلس و سنا، ساواک در اسفند 1335 به ریاست تیمور بختیار آغاز به کار کرد. بختیار نظامی جاه طلب و بیرحمی بود. بنابراین ساواک به سرعت به نهادی شبیه خودش تبدیل شد، خشن و بیرحم در برخورد با مخالفان. او در این دوران بود که به جمع آوری گسترده اموال و املاک دست زد و آرام آرام تلاش کرد از زیر سایه نفر اول مملکت خارج شود. این چنین بود که محمد رضا شاه ترجیح داد پیش از آن که اوضاع از دستش خارج شود، او را از دایره قدرت دور کند. شاه در آن سالها می دید که تیمور بختیار دیگر آن افسر پاک باخته وفادار و در ید اختیار او نیست، بلکه در حال ساختن شخصیتی مستقل از شاه برای خود است. قدرت طلبی بختیار و ارتباطهای رو به گسترش او با سران مجلس شورای ملی و سنا و رفت و آمدهای او با سفیران کشورهای خارجی شاه را نگران کرده بود. بختیار در آن دوران تلاش می‌کرد با اعمال نفوذ و کسب حمایت رجال مملکتی، نخست وزیری و یا ریاست ستاد ارتش را به دست بیاورد و در این تلاش حمایت بسیاری از افسران بلندپایه ارتش و جمع بزرگی از نمایندگان مجلس را نیز کسب کرده بود. در پی مسافرت بختیار به آمریکا در بهمن 1339 که حامل پیامی از سوی شاه برای کندی رئیس جمهور آمریکا بود، بر وحشت شاه از کودتای بختیار افسوده شد. در این ملاقات کندی گسترش سرسام‌آور فساد در هیئت حاکمه ایران و ناتوانی شاه در اداره مطلوب کشور را مطرح کرد. گفته می شود بختیار در این دیدار پیشنهاد کرده تا با حمایت آمریکا علیه شاه کودتا کند، پیشنهادی که با استقبال آمریکایی‌ها همراه نشده و آنها موضوع را به شاه اطلاع دادند. چند روز بعد از بازگشت بختیار از آمریکا، او در اواخر اسفند 1339 از ریاست ساواک برکنار شد. به دنبال آن تصفیه بزرگی در ارتش صورت گرفت و سپهبد کیا، ارتشبد عبدالله هدایت و سپهبد علوی مقدم از کار برکنار شدند. با این حال دوره ریاست بختیار بر ساواک برای او بسیار خوشیام بود. او در این دوره قدرت مالی فراوانی به دست آورد. از بسیاری از شرکت ها سهام می گرفت. در بسیاری از پیمانکاری‌ها شریک بود. سرمایه‌داران نیز برای افزایش درآمد خود قسمتی از سهام شرکت‌هایشان را به او پیشکش می‌کردند. خلاصه جایی نبود که ساواک در آن رخنه نکرده و بختیار سهمی نبرده باشد. مسعود بهنود در کتاب از سید ضیاء تا بختیار می نویسد بختیار آنقدر قدرت گرفته بود که حتی خوانندگان آن زمان برای دختر او ترانه ساختند. ترانه ای دختر صحرا نیلوفر به مناسبت تولد نیلوفر بختیار ساخته و خوانده شد. بختیار نه تنها در مالندوزی فاسد بود، بلکه فساد اخلاقی او نیز زبان زد خاص و عام شده بود. او در همان جوانی با ایران خانم دختر سردار ظفر یکی از قدرتمندترین سران ایل بختیاری ازدواج کرده و از او صاحب فرزندانی شده بود. اما با اوجگیری شاهین قدرتش دلباخته همسر یک سرهنگ ارتش به نام قدرت خانم شد و به زور طلاق او را از شوهرش سرهنگ یمینی گرفت و با او ازدواج کرد. در زمان ریاست بختیار بر ساواک
که هم ایران و هم قدرت را به عنوان همسر در اختیار داشت، ناگهان دلباخته پوران شاپوری خواننده سرشناس شد. پوران نیز تحت تأثیر ثروت و قدرت و شهرت تیمسار بختیار قرار گرفت. اعتراض‌ها و شکایت‌های عباس شاپوری، همسر پوران به جایی نرسید و بنا به نوشته ارتش بود فردوست، بختیار پوران را از چنگ شوهرش بیرون آورد. در اردیبهشت 1340 پس از قائله راهپیمایی فرهنگیان در بهارستان که به سقوط دولت شریف امامی منجر شد، شاه دکتر علی امینی را به نخست وزیری برگزید، موضوعی که بختیار را بسیار ناامید کرد. امینی برنامه مبارزه با فساد و اجرای اصلاحات ارضی را در دستور کار قرار داده بود و از این طریق نه تنها رؤیای بختیار برای بازگشت به قدرت را نقشه بر آب کرده بود، بلکه منافع بختیار و خانواده او را نیز تهدید می‌کرد. در پی ابراز مخالفت‌های علنی و غیر علنی بختیار با دولت تازه، شاه که از یک طرف از تیمور بختیار واهمه داشت و از طرف دیگر فرصت درگیری میان او و امینی را مناسب می‌دید، بی فوت وقت بختیار را به خاطر مخالفت با دولت قانونی به تبعیدی ناخواسته فرستاد و بهمن 1340 او را راهی روم کرد. بختیار در ابتدای کار به شاه وفادار بود و در مراسم‌های رسمی شاه در اروپا حضور می‌یافت و اکثر سران کشور و درباریان را در اروپا ملاقات می‌کرد. مخالفان امینی مثل منوچهر اقبال، اردشیر زاهدی و حتی اشرف پهلوی مکرراً به ملاقات بختیار می رفتند. در ایران هم هواداران او بیکار نبودند و برخی از مطبوعات و نظامیان حامی او خبر از بازگشت قریب الوقوع بختیار را منتشر می کردند. اما اتفاقات بعدی بختیار را به شدت ناامید و او را به یک اپوزیسیون تمام عیار تبدیل کرد. با استعفای دکتر امینی در تیرماه 1341 و انتخاب اسدالله علم به عنوان نخست وزیر، تمام نقشه های بختیار نقشه بر آب شد. او توقع داشت حداقل برای قبول یک پست نظامی دعوت به کار شود، اما شاه برای او حکم بازنشستگیش را ارسال کرد. این دو حادثه در کنار پس گرفتن گذرنامه سیاسیش، بختیار را به شدت خشمگین کرد و نوک پیکان انتقادها را به سمت شخص شاه گرفت. او در سالهای اقامت در اروپا با استفاده از ارتباطاتی که در زمان کار در ساواک به دست آورده بود، به برقراری ارتباط با مخالفان ایرانی شاه در اروپا، عراق و لبنان دست زد. با شدت گرفتن تحرکات بختیار علیه نظام شاهنشاهی، پرونده علیه او در دستگاه قضایی ایران تشکیل شد و اموال و دارایی‌های قابل توجه او در داخل کشور مصادره شد. بختیار در فروردین 1347 سوئیس را به مقصد لبنان ترک کرد، اما پس از ورود به این کشور به دلیل همراه داشتن اسلحه و تجهیزات نظامی از سوی پلیس لبنان دستگیر شد. دولت ایران تلاش زیادی برای استرداد بختیار به ایران کرد، اما او به کمک دوستانی که داشت و رفاقت با رئیس جمهور وقت لبنان و تلاش‌های همسر دومش توانست از استرداد به ایران جلوگیری کند. بختیار سرانجام به طور پنهانی آزاد شد و این آزادی منجر به آن شد که رابطه تهران و بیروت تیره و تار شود. در آستانه پایان مدت اعتبار گذرنامه ایرانی بختیار، کشورهای مانند سوئیس، فرانسه و برخی کشورهای عربی برای اعطای گذرنامه و تابعیت سیاسی به او اعلام آمادگی کرده بودند. اما در همان زمان، نماینده احمد حسن البکر، رئیس جمهور وقت عراق اعلام کرد دولت عراق با کمال افتخار به جنرال بختیار گذرنامه سیاسی اعطا کرده و تا هر زمانی که او بخواهد در کشور عراق مورد پذیرایی قرار خواهد گرفت. بختیار که علاقمند بود نزدیک مرزهای ایران باشد، دعوت دولت عراق را پذیرفت و در اردیبهشت 1348 و با تشریفات بسیار وارد بغداد شد و در قصر سابق نوری سعید سکنا داده شد. پس از آن دولت ایران در 27 خرداد 1348 لایحه ضبط و مصادره کلی اموال و دارایی‌های بختیار را به مجلس ارائه کرد و در همان سال پرونده سپهبد تیمور بختیار به اتهام خیانت به میهن به دادرسی ارتش محول شد و دادگاه عالی ارتش به پرونده او رسیدگی و غیاباً بختیار را به اعدام محکوم کرد.
بختیار در عراق تلاش میکرد با استفاده از تیرگی روابط تهران بغداد مبارزه ای را با حکومت شاه سازمان دهد. او با رهبران تمام گروه هایی که به نوعی با رژیم شاه در تعارض بودند تماس گرفت و تلاش کرد تا تشکیلات فعال را علیه حکومت پهلوی در عراق ایجاد کند. اما ساواک تمام حرکات بختیار در عراق را زیر نظر داشت و توانسته بود اطراف او را از مأموران ساواک پر کند، به شکلی که از معاون تا آشپز بختیار اعضای ساواک بودند. او با آنکه تلاش کرد تا همه ناراضیان ایرانی را گرد هم آورد، با این همه نتوانست حمایت آیت الله خمینی را که مقتدرترین و با نفوذترین رهبر مخالفان شاه بود جلب کند. او یک بار هم به صورت ناشناس به همراه استاندار نجف به دیدار آیت الله رفت، ولی حتی به او اجازه صحبت هم ندادند. از 31 شهریور 1348 که تیمور بختیار غیاباً به اعدام محکوم شد، ساواک برنامه ریزی خود را برای ترور او آغاز کرد. مؤثرترین بخش این برنامه ریزی تماس ساواک با یک ناراضی ارمنی ارتش با نام مستعار فرهنگ بود. فرهنگ پیش از این با درجه استواری کمی بازخرید و از ارتش اخراج و به طور غیرقانونی از کشور خارج شده و در ژنو نزد بختیار رفته بود. خانواده بختیار در این شهر به سر می بردند و بختیار هر از گاهی نزد آنان می رفت. فرهنگ توانسته بود اعتماد بختیار را جلب کند و حتی به عنوان یکی از محافظان خانوادهش استخدام شود. در چنین شرایطی ساواک با فرهنگ ارتباط برقرار کرد و از او خواست در ازای واگذاری امتیازاتی به او بختیار را ترور کند. فرهنگ با این پیشنهاد موافقت کرد، ولی اجرای طرح مستلزم حضور او نزد بختیار بود. این مشکل در تیر ماه 1349 برطرف شد، زمانی که بختیار احساس کرد امنیت خانوادهش در اروپا در معرض تهدید ساواک قرار دارد. در نتیجه فرهنگ را مأمور کرد که خانوادهش را از ژنو به بغداد منتقل کند. از این زمان تا یک ماه هیچ زمینه‌ای برای اجرای طرح ترور وجود نداشت. اما در 16 مرداد 1349 بختیار تصمیم گرفت به شکارگاهی حفاظت شده در استان دیاله عراق برود. در این سفر فرهنگ، عباس علی شهریاری و اردشیر قلی‌خانی به عنوان محافظان ایرانی همراه با 5 محافظ عراقی بختیار را همراهی می‌کردند. پس از ورود به استان دیاله در منطقه بیشهزار به نام سعدیه در نزدیکی مرز ایران، آنان از اتومبیل پیاده شدند. دقایق بعد در حالی که بختیار با یکی از همراهان خود سرگرم صحبت بود، فرهنگ به سوی او از پشت شلیک کرد. محافظان عراقی فوراً عکس‌العمل نشان داده و به سوی فرهنگ تیراندازی و سپس او را دستگیر کردند. پیکر نیمه جان بختیار به بیمارستان انتقال یافت. در پی این حادثه، محافظان پیش خدمتها، نگهبان و آشپز بختیار توسط مقامات عراقی دستگیر شدند تا احتمال رابطه آنها با ساواک را مورد بررسی قرار دهند. فرهنگ در زیر شکنجه ماموران عراقی به ارتباط خود با ساواک اعتراف کرد. در نهایت او به همراه 5 محافظ عراقی به اتهام خیانت در حفاظت از جان تیمور بختیار تیرباران شدند. بعد از ترور بختیار، پرویز ثابتی معاون ساواک در تلگرامی کوتاه به شاه که در آن زمان در تعطیلات تابستانی در نوشهر به سر می برده می نویسد سوژه را هدف گلوله قرار دادند. این هم داستان زندگی تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک. اگر از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ضمناً در کامنت ها برای من بنویسید نظر شما درباره تیمور بختیار چیست؟ اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.